از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای جوادی، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جوادی، گزارش مربوط به اردوگاه الحر را دیدیم و شنیدیم. لطفاً شما هم تحلیل خودتون رو در این زمینه بیان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت حضرت عالی و بینندگان این بخش خبری. ممنونم. همونطور گزارش هم دیدیم، متاسفانه داعش با توجه به اینکه شرکت سهامی بزرگی بود از کشورهای مختلف دنیا و با توجه به اینکه ریشه‌کن اساسی نشدند و متاسفانه در این اردوگاه جمعی از کسانی که قبلاً با نیروهای مخالف داعش می جنگیدن الان جمع شدن اونجا و یکی از موارد مهم حدود 20,000 کودک و نوجوانی هست که ماحصل جهاد نکاح و ازدواج افراد داعشی است. اگر یه محاسبه خیلی ساده و سرانگشتی بکنیم، این 20,000 تقریبا حدود 30 تا 40 لشکر پیاده نظام و با آموزش هایی که میتونن ببینن در آینده میتوانن خطر بزرگی برای منطقه، کشورهای خودشون و دنیا باشن، که تقریبا میشه گفت یکی از دلایلی که این اردوگاه الحل شاید درست شده باشه آینده نگری هست که برای بحران آفرین در آینده دنیا در نظر دارن. اما با توجه به کنفرانس های مختلفی که صورت گرفته و در این ماه هم در سازمان ملل صورت خواهد گرفت و عراق تقریبا به صورت یک جانبه با احساس خطری که در مرزهای استان نینوای خودش کرده از این اردوگاه پیگیر این موضوع هست و به نظر من میشه با حتما همکاری سازمان ملل متحد رو در این زمینه باید جویا شد. به هر حال با بودجه اختصاص میده به صورت یک جا، تفکیک یک جا در به هر حال از قاره‌های مختلف افرادی که شرکت دارن یا به صورت کشورهایی که با هم همسایه هستند و آداب مشترک دارند، حتما و حتما به خصوص کودکان و نوجوانان را، چون در محیط جنگ و قتل و خونریزی بار اومدن و بسیاری هم پدرانشون رو از دست دادن و مادران و شاید بستگان دیگر رو، به هر حال با آموزش و در حقیقت قرنطینه سازی بایستی این اردوگاه رو کمکن به حالت تعطیل و اضمحلال بیارن. حتما پشتوانه سازمان ملل، پشتیبانی کشورهای مختلف، چون اگر بدون قرنطینه سازی و آموزش اینها در کشورهای خودشون هم مراجعه بکنن، مرکزی از گسترش فساد و فحشا و عملیات‌های تروریستی خواهند. بنابراین ما هم دعا می‌کنیم و انشالله امیدواریم که در سفری که رئیس جمهور ایران به عراق خواهند داشت و واقعا اهمیت داره، بتوانند برنامه ریزی در این جهت بکنند و با همکاری همدیگه کشورهای منطقه، کشورهای اروپایی و آسیا و اوراسیا حتما تدابیر مهمی رو در این خصوص بیندیشند و تلاش‌های بین المللی و به خصوص سازمان ملل و انجیوهای مختلف میتونه در این زمینه کمک بکنه. باز در خدمت هستم اگر سوالی باشه. ممنونم از همراهیتون. با تشکر از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.